آقای وحید بهشتی، امروز روز 242 روزیه که شما جلوی ساختمان وزارت امور خارجه بریتانیا تحصن کردید. هفته پیش به شما حمله شد، ممکنه یکم راجع به اون حمله با ما صحبت کنین؟ حتما. خب ما بعد از اینکه این حمله به اسرائیل شد 2 هفته پیش توسط دستای جمهوری اسلامی که یکیش حماسه، و این حمله وحشیانه واقعا انجام شد که تمام دنیا رو به لرزه آورد، ما دوباره مانند همون موقعی که پرچم اوکراین رو به عنوان یکی از قربانیان سپاه تروریستی پاسداران اینجا گذاشتیم، بعد پرچم اسرائیل رو به عنوان قربانی سپاه پاسداران اینجا نصب کردیم. خب یه مخالفت‌هایی شد، یه عده میان اینجا مزاحمت ایجاد میکردن و اینا بماند، ولی ما گفتیم به هیچ عنوان. پلیس هم از ما چند بار خواست که واسه یه امنیت خودتونم که شده این پرچم رو پایین بیارید، گفتیم ما به هیچ عنوان این کار رو انجام نمیدیم، این اصول ماست، این یعنی دموکراسی. ما در کشور آزاد و دموکراتیک داریم زندگی میکنیم، اونا پرچم خودشون، ما پرچم خودمون، ما دلایل خودمون، اونا هم دلایل خودشون. ولی روز شنبه که شنبه گذشته که اون تظاهرات گسترده بود، 3 بار به ما حمله شد. دفعه اول اومدن یه عده، و البته یه عده خاص بودن، یه گروه خاص که صورتاشون مشخص بود، حدود 7-8 نفر بودن که میرفتن یه دفعه 100 نفر 200 نفر با خودشون میآوردن، و توی اون آوردن اون جمعیت اینا کار خودشون رو میکردن. کجایی بودن؟ انگلیسی بودن؟ ببینید با من فارسی صحبت میکردن، چون به من تهدید فارسی میشدم، عربی و زبان انگلیسی، یعنی به سه زبان با ما صحبت میکردن. در قسمت اول پرچم رو پاره کردن، زیر این پرچم رو ما، پلیس البته به موقع رسید اینجا، حدود 100 تا پلیس 150 تا پلیس اینجا بود توی خیابون، اومد و نذاشتن که دیگه به ما نزدیک بشن، اونا رو اونور خیابون نگه داشتن، ما اینور خیابون 40 دقیقه موندن، رفتن دوباره حدود نیم ساعت دیگه بار دوم حمله کردن، پلیس اینجا بود، نتونستن. ولی بار سوم پلیس خیابون رو بسته بود، ما یه دفعه دیدیم هول دادن، حدود 300 نفر وارد خیابون شدن، ما حواسمون به اونا بود، یعنی من همینجا دقیقاً ایستاده بودم، من حواسم به اونور بود، چند نفر از اونور اون پرچم رو شکوندن و بردن. من میدونستم اینا میخوان چه کار کنن، میخواستن پرچم اسرائیل رو روبروی کمپ ما آتیش بزنن و فیلم رو این رو بگیرن، چون مغز اینا رو ما میخونیم دیگه. اینجا دیگه من نتونستم اجازه بدم این کار رو بکنن. اون صحنه ای که شما میبینید، اون فیلمی که میلیون ها بار دیده شد و در تمام جهان جهانی شد، اون لحظه ای که من رفتم دنبال این چند نفر اونجا و به هر حال ما درگیر شدیم و من موفق شدم که پرچم رو از اینا پس بگیرم و من دویدم به اون اونور. واقعا به شما میگم خانم انصاری، اگر من الان زنده هستم اینجا به خاطر کار دقیقیه که پلیس لندن داشت. حدود 120 تا پلیس برق آسا وارد این مرحله اینجا شدن و جلوی من و اونا یه دیواری ساختن و نذاشتن، ولی اینا با عکسای قاسم سلیمانی و علی خامنه‌ای اومده بودن اینجا، یعنی عکسای قاسم سلیمانی و علی خامنه‌ای بود، به فارسی میگفتن سرتو میبریم میکشیمت. اینها بود تا به هر حال یه 45 دقیقه طول کشید، 50 دقیقه تا اینا رو از کل این خیابون بیرون کردن. من داشتم با فرمانده پلیسا صحبت می‌کردم، پلیسا هم رفته بودن، حدود 20 نفری از پلیسا مونده بودن، من داشتم باش صحبت می‌کردم، یکی از دوستان اومد با یه چند تا از این عکسایی که گرفته بود از اینا، گفت وحید این عکس‌ها رو دیدی؟ من عکس یکی از اینا رو شناختم که به من با اشاره گفت سرتو، گفت I'm gonna cut your head، گفتم سرتو می‌برم. به این فرمانده پلیسا گفتم این منو تهدید به قتل کرد، اینو میشناسم، چون میشنیدم بقیه رو نمیشناختم. گفت مطمئنی که اینه؟ گفتم آره. گفت این اونور خیابون الان نشسته، یعنی دقیقاً اون قسمت روی نرده ها 4 نفر بودن نشسته بودن، و این به من گفت تو چیز میکنی، شکایت میکنی اگر ما بازداشتش کنیم؟ الان گفتم حتما.
اینجا گروه بندی کردن دیگه، یه دهتایی از این پلیس‌ها رفتن اونجا و سری بازداشتش کردن یه چاقو انقدی از سر کمرش برداشتن. یعنی وایستاده بود اونجا تا پلیس بره، ساعت حدودای 9 شب بود که بیاد اون تهدید رو که کرده بود عملی بکنه. یعنی ما در این شرایط هستیم اینجا. از زمان بازداشت تا الان چه خبری شده؟ خب من همون شب یه استیتمنتی چیز کردم، طرح شکایت کردم و پلیس هم به ما نوشت که این پرونده در دست بررسیه و به هر حال ما این رو پیش دنبال خواهیم کرد با تمام وجود. بازداشت هست، تا جایی که ما میدونیم بازداشته، تا حالا قرار دادگاه و اینا بیاد. و البته خودشون دیدن تعداد زیادی رو توی این کوچه بازداشت کردن، تا جایی که من یادم 4-5 نفر بازداشت شدن توی این کوچه. ولی اینا، اونایی که اونجا نشسته بودن، باورتون نمیشد دقیقاً چهره و ظاهر اینا مانند همونایی بود که تو اسرائیل این قتل عام رو راه انداختن. یعنی صورتاشون رو بسته بودن با چپیای فلسطینی و فقط چشماشون مشخص بود. پلیس وقتی رفته بود بهش میگفت صورتتو باز کن، اصلا پلیس رو این به هیچی حساب میکرد، اصلا جواب پلیس رو نمیداد، تا وقتی که خوابوندنشون رو زمین و بعد سرچشون کردن و بعد چاقو و پشتشون درآوردن که اینجا وایستاده بودن واسه این کار. نه، ما پرونده رو تا آخر پیگیری میکنیم و تمام کیسایی رو که تا الان داشتیم اتفاقا یه زنگ خطریه که ما باید اینا رو به دادگاه بکشونیم، این تهدیدهایی که شده. با توجه به اینکه خب به هر حال ما میدونیم که برای من فتوا هم صادر شده در ایران، ولی ما به هیچ عنوان عقب نمیشینیم. خانم انصاری، من در هفته گذشته 3 ملاقات داشتم همینجا با کانتر تروریسم یونیت. در ملاقات آخر رئیس یونیت لندن خودش اومد به دیدن من اینجا، گفت ما چه کار بکنیم که تو اینجا نباشی واسه 4 هفته. گفتم چرا 4 هفته؟ گفت تا یه ذره مسائل بهتر بشه. گفتم این اشتباهتون، مسائل بهتر نمیشه، این یه جنگه، مسائل بدتر میشه، من از اینجا تکون نمیخورم، پرچم اسرائیل هم پایین نمیارم. شما قبل از این تحصن برای 72 روزم اعتصاب غذا بودید. اول که شروع کرده بودید خیلی ها فکر نمی کردن، تا حتی کسانی که در این ساختمان روبروی شما هستن فکر نمی کردن انقدر دوام بیارید. در این بیش از 300 روز چه تغییراتی دیدید به چشم خودتون؟ خب ببینید، از روزی که شروع شد که پرونده سپاه کاملا در انگلستان بسته شده بود، ما الان به جایی رسیدیم که توییت من آقای تام توگنهارد وزیر امنیت انگلستان ری توییت میکنه و دائما ما ملاقات داریم. حالا بعضی از ملاقات ها رسمی منتشر میشه، مردم میفهمن، بعضی از ملاقات ها نمیشه. دائما در ارتباط هستیم با اینا و الان من به شما بگم، ما برای در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران، خانم انصاری، با اتفاقی که این شنبه افتاد و خب شانس رو بردیم و من میگم واقعا خدا خواست که من الان زنده باشم، ولی ما رو 20 قدم جلو انداخت. یعنی چون مسئله روز شنبه جهانی شد، تمام رسانه‌های جهان به این پرداختن، دوشنبه و سه شنبه رسانه‌های انگلستان همه تمرکزشون روی این مسئله بود، تمام روزنامه‌ها. این احساس خطری رو داد به دولت ما که بدون آقا تمام حرفایی رو که ما توی 8 ماه و سال‌های گذشته می‌زدیم الکی نبود. اینجا واقعا تروریسم خونه کرده. سپاه پاسداران یه سپاه کوچولو اینجا بس خودش درست کرده و الان ما دور نیستیم نسبت. شما دیدید که مسئول کمیسر مبارزه با افراط‌گرایی در انگلستان آقای رابین سیمکاکس همین 2-3 روز پیش که این میدونید ادوایزر و توصیه کننده اصلی هم به دولت هست در این، گفت سپاه باید در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره. خب ما این رو نداشتیم تو الان و امروز ما میبینیم که میگه آمریکا داره به انگلیس فشار میاره که این سپاه رو در لیست بذاره، آمریکایی که تا الان انگلیس رو میکشید عقب. خب این اتفاقات داره میفته، ما باید محکم بایستیم. درسته ممکن بود که ما جونمون رو از دست بدیم هفته گذشته، ولی فدای ایران، فدای مردم ایران، این همه جون داره میره. ولی همین کارهایی که انجام میشه و ایستادگی، خانم انصاری، مبارزه یعنی ایستادگی، یعنی استمرار و یعنی از خود گذشتگی، این رو مردم دارن میبینن و ما هم داریم میگیم.
You have to learn this is the free country. You have your flag, I have my flag. That's it. Listen to your boss. یک دنیا ممنون از اینکه وقت خودتون رو به ما دادید.